هیچ وقت فکرشم نمی کردم، در مخیلم هم نمی گنجید که یک روزی فدایی به هیچ کس دیس بده. از عجایبه، مثل این میمونه که امینم دیس بده به دکتر دره. اصلا مگه میشه؟ اصلا تو ذهنت هست نیست و خیلی عجیبه. آدم نمیدونه چی بگه، نمیدونه حرف کیو باور کنه، نمیدونه به کی توهین کنه، به کی توهین نکنه، چی کار بکنه. خلاصه نمیدونیم، واقعا من نمیدونم. من فقط گوش میکنم، ریاکشن میرم، بقیهش حالیم نیست دیگه. اینکه کی چیکار کرده خدایش به ما دیگه ربطی نداره واقعا. یعنی زمانمو پای چیزی دیگه بذارم خیلی ارزشمندتره. بریم ببینیم چه خبره و فدایی چه گفته، چه تیکای انداختی و فکت مک داشته یا نه و خلاصه چه خبره بوده. یک دو لیتس گو دیگه، چیکار کنیم؟ مرتی که پوپولیست به ما نمیچسب توده ای و کمونیست. اوچیگری کارت تو آخر خطی ملتف دایره، زیر میگیری ما رو در نره تایره تش. شیت شیت، اصلا مگه داریم؟ مگه اصلا تصویر سازی نمیتونم بکنم؟ ولی اگه هیچ کس دیس بک بخواد بده چه شود؟ یعنی دیگه اوف، خیلی خاصه. میتونم بگم مهمترین اتفاق رپ فارسی این ترک، واقعا میتونم بگم. بمونه میچسب توده ای و کمونیست. اوچیگری کارت تو آخر خطی ملتف دایره، زیر میگی تو آخر خطی ملتف دایره، گیری ما رو در نره تایره تشت و دو سف دایره تایر فایزه چقدر داده بود در خطی ملتف دایره، زیر میگیری ما رو در نره تایره تشت و دو سف فایزه چقدر داده بود مایبت، فکر میکنه که عوض ولی امامزاده تایره. شیت، فکت که نیست، از کجا میگه اینو؟ یره تشت و دو سفایزه چقدر داده بود مایبت، فکر میکنه که عوض ولی امامزاده تاهره. یه نخاله بودی قاطی ما نباشیم که به خودت میزنی لایی با کات، بالاخره کاسه یه داغی آش روبای پیر پیش رو که دور زدی تو مارزی، تو همه رفیقاتو دادی لاکار، ما رو کردی زیر انگ روحانی و نایا. یا خبر چیه یا که دور زدی تو مارزی، تو همه رفیق بالاخره کاسه داغی آش روبای پیر ما نباشیم که به خودت. ولی اینو قبول ندارم، ماها نباشیم فلان و برعکس نیست. یعنی سروش نبود تو کی بودی الان؟ کی تو رو میشناخت؟ حالا نمیگیم با مهارت خودش بالا نمی اومد، ولی خب کی، چقدر، آیا میشد نمیشد، اون اوز کی میدونه. فکر میکنه که عوض ولی امامزاده طاهره، یه نخاله بودی قاطی ما نباشیم که به خودت میزنی لایی با کات، بالاخره کاسه لایی با کات، کاسه یا آش داغی آش روباه پیر پیش رو که دور روباه پیر. روباه پیر یعنی هم مکاری هم پیری. اوف، ببین دیس بک میخواد، نمیتونه، نباید سروش ساکت باشه، یا باید بشینه حرف بزنه یا دیس بک بده. حرفم بزنه و دیسش هم بده. زدی تو مارزی، تو همه رفیقاتو دادی لاکار، ما رو کردی زیر انگ روحانی و نایاک، صورت جنگ پرانی میلرزه پاهات جز چی؟ دادی لاکار، ما رو کردی زیر انگ روحانی و نایاک، صورت جنگ پرانی میلرزه پاهات صورت لنگ رنگ چی؟ تو دادی لاکار، ما رو کردی زیر انگ روحانی و نایاک، صورت جنگ پرانی میلرزه پاهات. اینو میشه چیز کرد؟ بذار برم از سانکلاد گوش کنم. اونجا لیریک داره، نگاه بکنم یه دقیقه. اومدیم سانکلاد لیریک داره، بریم با لیریک گوش کنیم که کار راحت تر بشه دیگه. خب بورانی، همون بورانی خودمون. خب جز مراسم کالت خونه تو میخوریم جای آب انار، راست بگوهن شیت هنو اکس نمیگیری با زنا شورت سفیده جان، هنو عکس نمیگیری با زنا یعنی چی؟ آها، اینو با خانوما عکس نمیگرفته. این که راست می سروش که هی میاد حق از حمایت از زنا فلان میسا، با خانوما عکس نمیگیره. راست میگه، تا حالا عکس هوادار سروش با خانوم من ندیدم. یعنی واقعا یادم نمیاد، چه همه هرچی فکر میکنم آقا بوده. بنده میزنی گیریم جای آب انار، راست بگو هنو عکس نمیگیری با زنا، شورت سفید رو بنده میزنی گیره به شاهزاده اکم تو اومده. تصویر سازی بی پولا هستن، مثلا یه خونه داغون دارن یه بندی ولوه. بعد یه با دو عکس نمیگیری با زنا، شورت سفید رو بنده میزنی. بزنیم میتونم بیارم این ور که اینقدر نچرخم تا اونجا. اینجوری باشه که اونورتر باشه لااقل. خب یعنی گیره به شاهزاده اکم تو اومده با دو تا کیسه برنج، فیلم بازی نکن قاسمی قبل ما ریده به تو که رپ بری. اوه قاسمی قاف،
قاسمی قاف مگه قاسمی نبود فامیلیش؟ شیت خود اکم تو اومده با دوتا کیسه پرنش فیلم بازی نکن قاسمی قبل ما ریده به تو که رپری قدرت تو از دیکتاتورم میشه گرفت بساز ارتش تو که رپری قدرت تو از دیکتاتورم میشه گرفت خواه ارتش سایی بری و که تخریب مسلمون بودن سخنی میذاری صفحه پشت ما لودو مسلمون بودن سخته اسم ترک بود ها فکر کنم سخت مسلمون بودن بری و کو تخریب قدرت تو از دیکتاتورم میشه گرفت بساز ارتش سایی بری و کو تخریب مسلمون بودن سخنی میذاری صفحه پشت ما لودادی چیری کو رئیس مخبرا باید به تو چیریک لیبره چیریک رئیسه چون فکرم چیریک واسه چیز بود فدایی بود دیگه چیریک های فدایی تو میدادی پیلی تو خب تو میدادی پشت ما لودادی چیریک و رئیس مخبرا باید به تو میدادی پیلی تو برای چی بلیت برای فرار یا یه چیز دیگه دیسترک بلیت مثلا وجود داشته بلیت فکرم داشتیم تو خاکی میکردی بشینی جای بود خود تو خاکی میکردی بشینی جای بود خب قسم به ماه پر تو فرقم و تو به مرگ آقای لشکری کجا میری تو عبد توی گله گیر پای گرد تو اگه ما نباشی من اگه تو نباشی فرقم و تو به مرگ آقای لشکری کجا میری تو عبد توی گله ها توبه گرگ مرگه میگه تو فرقم و تو به مرگ آقای لشکری کجا میری تو عبد گله گیر پای گرد تو اگه ما نباشیم میشی نوچه مریم واو چقدر هوشمندانه چقدر هوشمندانه بود اینجاش تو اگه ما نباشیم میشی چند تا هم صدا بود که مثلا ما باشه نوچه مریم تو اگه ما نباشیم جلد میشی مثل کفتر یعنی آخراش گنز دیدم رفتن رو اسمت میخوره یه زبدر تو اگه ما نباشیم یعنی اخراجی لشکری دم دفتر چقدر خوبه اگه... این کورس وای تو اگه ما نباشیم جلد میشیم مثل کفتر میریم آخرش گنز میدم یعنی دیگه تمومه آها ببین یه چی آخر یه داستانی بود قبل از این که بیاد جواب بده میگفتم فدای کارش تمومه چون یه تضادی تو حرفاش هست ولی الان میگه تو کارت تموم اینه داره میچینه این تو کورس هم آورده که تکرار بشه چقدر هوشمند داره ما نباشیم میشی نوچه مریم تو اگه ما نباشیم جد چی اینجوری شد هلتشی مثل کفتر یعنی آخراشی گنز دیدم رفتن رو اسمت میخوره یه زبدر تو اگه ما نباشیم یعنی اخراجی لشکری دم دفتر چرا اینقدر شروع پلوغ شد بیت خاصی بود اونزی بیت من اگه تو نباشی نه اونجوری نبود شیشه یه مشت ما فلزی کامیون و واسه تا لاستیک میارم من برزی پاکسازی میکنی ملتفت زده تو کار اصلاح جنتیک تت 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 میافتی مثل کندی سرنوشت آزاد کنارش جایف کندی ترور که ترورش کنم کنم یا خدا ویترینش شیشه علکی ما فلا نمیشه بدتر دایانا کلی سرنوشت آزاده یا خدا داینا راسته کدوم داینا تصویر دوباره قطع شد ادامهش رو بگیریم الله اکبر از این گوشی ما هدف یه چیش میشه گفتیم مثل کندی سرنوشت آزاده میشه بدتر دایانا کله عظیم علی رو میذاریم رو کاتانا سوالی شیت عظیم علی رفیقشون با یعنی عظیم علی هم جز با هیچ کس بوده با اینا نیست وای کاتانا چیه؟ ای که برام پیش اومده این شب با سختی رابطه چگونه بوده بین مامانا هنو همونه What? شب با تختی مامانا مامانی مامان تو مامان اون مامانش مثلا شب منظورش مامانش مثلا نمیدونم چون مامان اون اینجوری بوده بین خودشونه دیگه همون قدرت طلب آویزونه که یه جا ساپورت بشه مدرک و من همیشه محکم ترن حالا برو به آزاده بگو راپورت بده اما حالا مدرک محکم ترن که باید نشون بدیم ما چه میدونیم خب حرف زدن که چیزی مدرک نی ولی آویزونه یه جا ساپورت بشه نمیدونیم چه اتفاقی این پشمش دفت کاری میمونه برات کبودی اوجه تو اون موقع بود که نبودی به تا میاد و فوقی هم چه دنبال که نبودی نه اون موقعی بود راست میگه دیگه لژند ها افسانه ها بزرگان وقتی نیستن اعتبار میگیرن
استراتژی نایابیه بیشتر. بیتا میاد افقی عمودی دگوری اون موقع بود که نبودی بیتا میاد افقی عمودی مرتی که دگوری راست بگو چند تا مجاهد اومده بود شب عروسی منوم هستم انگال راست. وقتی مادر و پدرش چیز بودن رفیقاشون هم مجاهد بودن دیگه، یه شب عروسی چند تا اومده بودن اون موقع. خب خیلی از رپرها رفتن عروسی سروش، نه عروسی سروش نه ببخشید عروسی پیش رو رفتن، نه اشتباه شد. ولی خب راست عروسی سروش کجا بوده چجوری بوده؟ انگار حالا تو میسوزی آتیش، آها اوف آتیش دی میذارن شم توی کدو که مثلا روشن. این بالا تو صندلی تمیشه پلوم از دست آقا اوف انگال و بینه تو سوزی کدو تنبل ما رفاقت تو سک میریم بالا تو صندلی تمیشه پلوم از دست. میگه همیشه میشی مزه رو میخوری خواه. آقا جانی نبود الان سیدی فروش بودی کف گلو بندک ضربتو نوش کردی. او آقا جانی نبود میگفت که هیچ کس، راست میگه البته نمیدونم راست میگه یا نه، ولی خب یعنی اون موقع آنکس دیگه نبوده بیاد پیش سروش، یه ذره الکی میتونه باشه. مزاس آقا جانی نبود الان سیدی فروش بودی کف گلو بندک ضربتو نوش کردی شب قدر تو شغالی نسگ زدی نمه جوره تو کشیدم من خر له میشه زیر برف سر کپ فامیلا له میشه زیر برف سر کپ. اوف 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 خیلی با عمیق تر از این روی این ترک دقت کنم ولی دیگه ریاکشن دیگه عجیب چیز. سارق لفظ من سر خم قدغن تو چرا فامیلا تارا این زنش برف سر کف فامیلا سارق لفظ من سر خم قدغن تو اگه ما نباشیم میشی نوچه مریم تو اگه ما نباشیم جد بشی مثل کفتر مریم. من خب چون در سیاست و اینا نیستم مریم منظورش کدومه؟ مریم چی چی جلب میشی مثل که هفته ما نباشی برمیگه کجا؟ یعنی داری مثل میری به ابتدای کاره یعنی آخرشی گنزدی دم رفتن رو اسمت میخوره یه زبتر تو اگه ما نباشیم یعنی اخراجی لشکری دم دفتر تو اگه ما نباشیم میشی نوچه مریم تو اگه ما نباشیم. خیلی کوتاه و سریعه، خیلی کوتاه ریاکشن رو چیز رو ترکیم جلد بشی مثل کفتر یعنی آخراشی گنزدی دم رفتن رو اسمت میخوره یه زبتر تو اگه ما نباشیم یعنی اخراجی لشکری دم دفتر جایزیه یه سازمانی تونو گاییدم باب شیت. یعنی جایزیه هم چیزی بهتون دادن، خیلی عجیب و غریب بود، خیلی عجیب و غریب بود، نمیدونم چی بگم خدا وکیلی. نمیدونم چی ما رفتیم.